لبخند بزن، بگذار همه بفهمن قوی تر از دیروزی. سلام، وقت شما بیننده‌های خوب تلویزیون آریانا بخیر. آرزوی صحتمندی شما را دارم. شبتان بخیر. تا پایان برنامه همراهیتون خواهان هستم و در خدمت شما هستیم. ما حبیب ناظم با جمع از همکارا امشبم برنامه خودتان، برنامه گپ نو را تقدیم شما اجرا میکنیم. به هر حال در آغاز برنامه، قبل از اینکه صحبت ها را ادامه بدیم و گپ های زیاد را بگوییم، اجازه گفتن نیست. رموزفام برنامه، خوب استی؟ خوش آمدی. بخیر استیدی؟ ویختان دی مبارک شه. چرا ما کل خونه بودم که نو کاشتیم. خب تغییر کرده، خوش آمدی. تو گپای میزنی. شکر نازم جان. سلامون اونی که هیله پدی هیله جوړلو خوشاله بالا وسې په گیډې ګلونو مو گپناو خبرونه تا هر کلی کوم د دې په هیله چې خپل کورنۍ تر څنګ وسې د ژوند هر خوشحالي هر هوساینه مو نصیب شه. ډیره مننه. ان شقیقه که تم شب چیز دی بسکیټی نی ما هر شب جور میکنم. تو قوطی بسکیت دیدی تو چهار کنجاگک سیگریتی تو قوطی سیگریت تو چهار کنجاگک اشتیا گرفتم تو معلوم میشه دو چی میگن غرفه داری یا سیگریتی داری بیشتر با قوطی سر کار داری بیشتر دقیق دیدم که چهره چی را کشیده ای آدم یا کارمو باز امو به یادم آمد. نه ما هر روز خمویای مجور نمیکنم که یار روز شقیقت تغییر کنه یا موی تغییر کنه. خو ای تو چپاتک امروز امشب ای کار کردی نه؟ نه چپاتک من مویم ساده است نازم جان، من جیل واکس چیز نمیدانم حالا چرا این موی فکر کنم برام اما تو ساده خوب میگه. بله خو ورزشکار خو هستی ان شاء الله که بودیم بودی خیلی خبر خوشا بود که باز ما درباره ورزش کم برد میگیم. خب گپ است دخو خیلی خبر به پگرد سره وګورو بیا به راو ګرځو گپ نه خبرونه زو نازم جان ستاسو چوپړ کیو. امروز آمدیم در چهارراهی سپاهی گمنام و قسمی که شما هم مشاهده میکنین تمام کابل خصوصا مرکز کابل امیل لحظه در تصویر ما است. مشاهده کنین که چوک کابل تا قسمت های تپه بیرق اگر در تصویر بتانیم بر شما نشر کنیم، بلند منزلایی که مشاهده میشه همش در اینجا از این نقطه دیده میشه. تغییراتی که به خاطر نظم شهری از طرف شهروالی کابل بعض پروژه ها در جریان است، ماشاءالله بسیار کارا به سرعت روان است. شما مشاهده میکنین امی چوک کابل که قرار است یک زیرزمینی بسیار منظم و با استاندارد ساخته شود، ای که با چی شکل ساخته میشه ایره در برنامه آینده بر شما انشاءالله میداشته میشیم. فقط شما از این نقطه میتونین مشاهده کنین کار و فعالیت شهروالی کابل و تغییراتی که در این سطح شهر آمده همش میگه چیزی که عیان است چی حاجت به بیان است. شما مشاهده میکنید. بایدامی برنامه خوش آمدین عزیزا، در خدمت شما هستیم و نصرا جان هم حضور داره، خبرهای خوش تقدیم شما کرد. میخوایم در آغاز یادآوری بکنم که موضوع فوتسال، موضوع المپیک پاریس، المپیک پاریس 2024 هم آغاز میشه. بیننده ای رقابت ها، ای بازی ها و ای برنامه های زیبا همچنان باشین. در مورد بردهداری مدرن میخوایی گپ بزنی؟ خودت گپ بزن نازم جان. خب بردهداری مدرن خو میفهمی یا مدرن میفهمی چی است؟ بردهداری مدرن در تمام جهان به خصوص در افغانستان تعداد زیاد را تحت تاثیر خود قرار داده، به خصوص جوان ها، کودک ها که در کشور ما شما کار شاقره میکنن، ازدواج های اجباری است، موارد زیادی است که ما شما شاهد هستیم. به می دلیل هم بنیاد بیاد تلویزیون آریانا، آریانا نیوز و آریانا اف ام همشان یک جا شده کمپاین را برای انداخته که به این مشکل نگاه دقیق تر بیاندازه. ما از هموطنان خواهش میکنم که با این کمپاین همراه باشن و حمایت بکنن از این کمپاین. و خودت خود ازدواج اجباری نشدی؟ ها؟ این سوال است. یا زیر سن؟ نه نازم جان، ما همیشه میگم شکر الحمدلله ما از خانواده هستیم، از خانواده نیستیم مثلا که ما شکر الحمدلله
روشن فکر هستیم. دیگه ما ناظم جان وقت بگویم، ما تا وقت خودم تصمیم گرفتم امو خواستم عروسی کنم. هیچ کس در خانه چندین بار یاد کردن، اما چون او وقت آماده نبودم، هر وقت خودم خواستم امو وقت به میخواست خود عروسی کردم. افته خود دیگه اوپن مایند هستین. اوپن مایند. بشک تر. این از ما که قیدگیر از فامیل بیادر داخل زوم شده. آلا 38 ساله آدم مجرد میگردن. کسایی که ما را بشناسن در کابل بودن، کسایی که امرای ما دست خواندن همشان میفهمن. در کابل بودن ما نبودیم؟ نه خو آشنایی خود تیره چند سال است، قبل از او را میگم. برحال ورزشکار عزیز، ورزشکار اسبق متقاعد میبخشی کالا اکثر کسایی که تقاعد کردن بد نخور، هدف بیست که بازنشسته از او ورزشکارهای بازنشسته هستی خودت. خودت در جریان تمرین قبل از تمرین مکه میبینم پیش ازوش از او بوجیگک ها استفاده میکنی، بعد ازوش از او پاپرک ها سیمیانک ها استفاده میکنی، این چیزها رو استفاده نکن. اینه ما ورزش نمیکنم، من گفتم نازم جان ما ورزش کجا میکنم؟ همین دوش موش که میکنی همین چیزها. در ادامه برنامه مهمان میداشته باشیم، یک ورزشکار را دعوت کردیم ایزا که پس از 36 سال و بار دوم به افغانستان آمدن، گپ های نو دارن، از هموطنهای ما از او طرف دنیا هم حکایت ها و قصه های خود داشتن. در ادامه برنامه ما را امری کنیم. با ادامه برنامه خوش آمدین ایزا. قسمی که در آغاز برنامه هم یادواری کردیم مهمان میداشته باشیم، مهمان هم کسی است که برای دومین بار پس از 30 چند سال به افغانستان آمدن و قصه های حکایت های خیلی زیاد جالب در برنامه خود داشتن، گپ های نو خود داشتن، ورزشکار هم هستن و فعالیت های دیگه هم خود داشتن. خیلی خوش آمدین آقای سلطان محمد. زنده باشید. تشکر باشه. تشکر. سلام فراوان اول برای شما، برای همکاران شما و برای بینندگان آریونا نیوز دیگه هم. بخیر باشین. سلامت باشین. خب یعنی یک معرفی می داشته باشیم از خودتان در آغاز. اسم من سلطان است. من تا 36 سال است که در آلمان زندگی میکنم. این دفعه دومی است که طرف وطن خود میایم. به خاطر وطن چی خود سعی میکنم که موضوع چی رقمی است و در چی حالت است. ما کسایی که از بیرون از افغانستان میان گپ های نو حتما دارن در برنامه گپ نو که میان. شما منیس یک ورزشکار در برنامه مهمان شدین. این از ورزش صحبت بکنیم. نسل جان هم سوالات خود داشتن. در کدام رشته ها ورزش میکردین؟ در کدام بخش ها فعالیت داشتین؟ بیرون از افغانستان چند ساله بودین که رفتین؟ ما تقریبا سنم بود 13 ساله بودیم که ما رفتیم بود طرف ها. در گده او مدد پای موگار بود، به خاطر تداوی پای ما را روان کردن به آلمان. وقت دکتر نجیب بود وقت، بله. باز در اون مدد اگه ای پای قطع میکردن و فضل خدا و قطع نشد، باز در آلمان تا نیال دگه در موجه ماندیم دگه. باز در موجه دیگه تقریبا من واسه ورزش هم دکتر ها مره فشار داد که میگه هر رقم که میشه چقدر که عضلات بدن زیاد بشه و نمقه ای پای میتونی که خودت هیچی کنی استفاده از بشه کنی. آها باز ورزش کردین، یعنی ورزش پرورش اندام انجام دادین؟ بله باز با یه اندام میکنیم. آها بسیار خوب. مثلا جان نازم جان، من سوال از ورزش خود سوال کردیم، من میخوام یک سوال متفاوت تر داشته باشم. سلطان جان خود تقریبا مدت زیاد میشه که در خارج از افغانستان در کشور جرمنی زندگی میکنی. زیاد کسایی از افغانستان علاقه مندی به خارج رفتن دارن، به مملکت اروپایی آمریکایی. چی سختی های از اونجا و چی خوبی های از که در افغانستان موجود نیست؟ خوبی های از اونجا او طرف هم زیاد دارن. خوبیش اول نمیسته که کسایی که میاین از راه زمینی، نه از روی زمینی. خب ما هیچ وقت برشان نمیگم که زمینی بیای، به خاطر که 80% امکانات خطر و مرگ در پیش روی دارن. همین رای که تا اوجه میرسه، باز اوجه هم که داخل وشار آلمان که میشن یا اروپا میشن، باز این مشکلات ها را که در راه میبینه، باز اوجه هم تقریبا 3 سال تا 4 سال دیگه انتظار چیست که انتظار قبول شدن از اوجه. او کسایی که اوایی میایه، اینه می تقاضای من کسی که میتونه اوایی استفاده کنه، بعد جای بد نیست. اوایی باز امکاناتش اینه میست که پاسپورت برش میتن، به راحت موجه میاین، امکانات پیسه و خانه و همه چیز این میتونه که در او اشتراک کنه.
بسیار خوب. حالا که به بار دوم در افغانستان آمدین، چه تفاوت ها رو دیدین؟ چه تفاوت ها رو در چند مدت که آمدین؟ بار قبلی چند سال؟ در وقت جمهوریت آمده بود. حالا فعلا چه تفاوت ها رو دیدین؟ تفاوت های زیاد ما دیدم. والا ما که بچه خود از آلمان حرکت کردم، اومدیم یک دو روز دبی بودیم. از دبی داخل ایران شدیم، از ایران باز طرف هرات آمدیم. هرات که سعی کردیم فضل خدا از اسلام قلعه گرفته تا خود هرات با سازی را که سعی کردیم، میخاطره را که دیدیم، میترا را که دیدیم، بسیار احساس خوب کردیم و الحمدلله حتی معلوم میشه که وطن رو به آبادی است. او دیگه احساس می خوب کردیم که از طرف شاو میبرایم، کدام گپ نیست، شاو میگردی، روز میگردی، نه کس بر چیز بگه و نه برد بگه کجا میری، کجا نمیری. شما 13 ساله بودین رفتین؟ بله. چه چیزا به یادتان مونده از کابل قدیم، از کابل زمانی که شما رفتین؟ از کابل قدیم مسابقه که من بودم در صحت طفل بودم همراه مادر ما. در موج یک چند وقت بیستر شدم، با رزو دیگه دیدم که پای روز به خرابی است. مشکل اصلی چی بود؟ مثلا مشکلات اصلی بود که در پغمان او گاشده بودی، زخمی شده بودم. خب در اون زمان، از اون زمان که در کابل قدیم گفتین، چی چیزا به یادتان مونده؟ حالا تفاوت ها رو وقت پرسان کردم، یعنی کسی که 13 ساله باشه شاید چیزای زیاد فراموش شده باشه. والا چیزای زیاده که من سعی میکنم فراموشم شده. من تا باز وطن دوست دارم. همی چوک یادم میایم، چوک چیکاسا، چوک سینمای فومیر. این طرف ها، این طرف که میری فضل خدا آبادی زیاد شده گیست. او سابقه را که ما سعی میکنیم کتیاله و غرسان بسیار فرق کرده گیست. باید خب بازتمن برنامه ها را میدیدین در اونجا؟ بله، ما سعی میکنیم طرف برنامه های آریانا را سعی میکنیم. این چیزی که چینال هاست الحمدلله در اونجا برای ما نشان میده، ما میبینیم از این چیزا، سعی میکنیم از این ها. در وقتایی که شما رفتین دیگه 13 ساله بودین، تقریبا 30 چند سال پیش، وقت نفوس کابل هم بسیار کم بود. شاید هم سرک ها و چیزایی که هم وقت ساخته شده بود شاید کفایت میکرد. اما حالا یک اشد ضرورت است، چون سرک ها باید آباد شود. چون در کابل فعلا یکی از ولایت هایی است که بیشترین نفوس در اینجا زندگی میکنه. در کلانترین تفاوت شاید حس کرده باشه نمی است که بسیار بیروبار شده. با کسایی که امروز هم طرف برنامه که بیامده نام بخدا یک بیروبار است که بقی ات معلوم میشه که این فکس به جای خودم نمیتونه برسه. افغانستان هم اینجاست. بله، بار زیاد است. از کابل هم قصه کردیم، از مسافرت هم قصه کردیم. برنامه گپ نو است. دوستایی که اینجا دعوت میشن حتما گپ های نو می داشته باشن که دعوت میشن. در بخش ورزش، در پرورش اندام در چه جایگاه در بر رقابت ها هم حضور پیدا کردین و یا فقط همون تو علاقه من بودین، خودتان برای خود ورزش میکردین؟ میخوایم در این مورد معلومات بدین. دو دفعه اشتراک کردم. یک دفعه در پاکستان بود، سال 98 بود. یک اشتراک کردم، در اوج مقام اول گرفتم در پشاور. خواه مقام اول. بله. گرفتم. بله. در وزن چند کیلو بود؟ در وزن بود تقریبا 85 کیلو بود. 85. بله. خواه. یک چیز را ما دیدم که آسیب دیده این قسمت وازیتان، یکی والا این یک ضربگارم بود، باز در ورزش در بنچ پچی کردن باز دوباره کافی دیجا. خواه، یعنی ورزش که احتیاط نکنی این تو کارا هم میکنی؟ نه، که احتیاط که نکنی، گرم نباشه بدن تا یک دفعی که زیر وزن خواه کنی که به زور بالا کنی ترا بسیار جذبه میگیره وقت. آه. که هر رقم میشه ما باید بعد این ای چی خدا برا سوال. چند کیلو بنچ میزنی استاد؟ والا میزنم 170 180 کیلو میزنم. از همون شروع یا استاد؟ نه نه، استاد تا بالا کرد رفت. ما میگم که ما یک وقت ورزش میکنم، نازم جان هم کم تم تو نمیگم که ما ورزشکار بسیار قوی سیم، ما کم تم علاقه مندی به می رشته داریم. دیگه ما وزن که ما در اصل در کلاب میریم از 10 کیلو 20 کیلو 30 کیلو استاد زیاد میکنیم، چون اگه یک دفعه چون شاید امکان عضله پاره شوه یا قدت میسوزم. بله. کس که استاد همین سابق ورزش میرم باز میگفت که زیاد وزن از دورت بالا نرو قدت میسوزم. این حال تام نوستی اتیاد کو استاد امیر برش نمیگید؟ والا نه، قد قاضی قصایی که خود باشه او کپ صحیح سا نه، قد متوسط از دیگه. نه، قد شما بخی الحمدلله فکس فکس. آله هر وزنی که بیزنی دیگه نمی. استاد نظر بایی که گفتین پایتان اوگار است. بله. دیگه امی حرکت پتم ثقیل‌تر است، خصوصا اگه چوکی که خو میکنی. چی میگه نازم جان که رقم بالا میکنی؟ خب ما با حساب جرمنی میگیم بانگ فرستره. بام اوره خو کم تو مادم چی میتونه، اما وقت وزن سر شانه میمونی از او حرکت میری او ثقیل‌تر است. بله. چند کیلو بنچ میزنین؟ والا ما کتازی پای قدر بنچ نمیرم، ما حرکتای میرم که از بالا پای نشه، به خاطر که زورم بسیار ور لاقسی. من میخوام که دستر از پای چپ و کپشور نبیایم.
تمام فشار مکست می دست پای راست استگان با ما اندازه اشتگان. بازی استاد وقتی که یک استاد ما بود و میگفت میگه وقتی با یک اگر بازو میزنی با یکی زیاد بری بازی شاید سایزش هم تفاوت کنه، بازی که سر یکیش زیاد فشار مندن سر یکیش کم بازی سایز تفاوت نمیکنه. بله از اولو می فرق کده بود به خاطر که زخمی بودی تک تک بودی پای کوی پای یک ذره سایز بود تو تمام وزن که میاد سرت پای راست میاد این که بهت بیخ فکس فکس فرق داره مگر چطور کنی مجبوری است که آنی باید یعنی کار آقای سلطان که میتونیم استاد سلطان که ورزشکار هم هستن اونا دستاورد هم دارن یک انگیزه میتونه شده برای کسایی که دنبال ورزش نیستن، یعنی در هر حالتی که باشیم باید ورزش کنیم. والا ما که ورزش ببینم استاد خان ورزش بهترین چیز است. من قدر اشترس دارم در آلمان و اروپا که هست من تمام اشترس هست همین صبح که وقت که از خواب میخیزی با میبرخطایی میری طرف کار باز از اون طرف برخطا میایی باش که خانه کار یک چیز دیگه هم مطمئن تمام زندگی در مشترس هست. مقصد افغانستان هم علامت شده افغانستان هم که میبینی یعنی میرقمیست مگر هم بهترین چیز ها که ما میرم هم ورزش طرف یک ساعت یک کنیم که ورزش میکنم در کلاب یا در خانه هم یرقای ما که خوب میرزه باز خدایی که می خب ورزش که خلاص میکنم یک احساس بسیار راحت که ما هیچ مشکلات ندارم. خودت استاد دلتا سر وزن یخ میکنی دیگه. والا چیزی که کوف دارن در سر وزن خود خالی میکنه البته بالا میشه. بسیار خوب. صحبت ها ادامه میتیم نصر جان. آقای سلطان هم در برنامه حضور دارن. برمیگردیم پس از وقفه. کسایی که بیننده هستن ما را منتظر باشن. صحبت های خیلی زیاد است. کسایی که از بیرون از افغانستان پس از این مدت آمدن حتما گپ های خیلی زیاد را با خود آوردن. با شما شریک خواهد ساختیم وقفه کوتاه. باز هم خوش آمدین عزیزان ادامه برنامه خودتان برنامه گپ ناو. نصر جان هم در برنامه حضور داره، آقای سلطان هم که پس از چند سال به بار دوم به افغانستان برگشتن و صحبت های خود داشتن. در قسمت ورزش گفتین یک بار مقام اول را گرفتین در پاکستان. خب بعد از او در رقابت های اشتراک داشتین حضور داشتین یا خیر؟ بعد از او مسابقه دیگه کدام اشتراک من خاص نداشتم به خاطر که مصروفیت ما در خارج بسیار زیاد است نتونستم. خب تا ورزش خود ادامه دادیم تا آخر را. خب در او رقابت ها شیوه های گزینش چی رقم بود؟ از کشورها بود یا او رقابت ها میان کشور بود یا تنها در موسط پاکستان که اونجا بودین؟ دیگه به موسط شورای که پاکستان انتخاب کرده بود در اندمو پشاور بود بلوچی بود دیگه سمتش چی کراچیش بوده این منطقه هم بچا جمع شده بودن اونجا جمع شده بودن مقام اول یک مقام اول ما گرفتیم. بله بسیار خوب. حالا در اونجا که هستین حتما رقابت های هست چطور علاقه مندی نشان ندادین یا اینکه او طرف دو سه دفعه ما کوشش کردم که ما خدا کاندید کنم در مویچی در میسابی ورزش دکا من تا از پیش ما مسابقه زیاد دور است تمام مسابقه که میشه در امریکا میشه کسایی که زخمی است کسایی که پای نداره رقمی در او مسابقه که میشه او در صرف در امریکا میشه. او حالا در اینی موضوع گفتین که پایتان آسیب دیده این موضوع هم در رقابت هایی که انجام میشه بله. هم در نظر گرفته میشه یعنی بله بله باید از زیبایی اندام که است از عظمی کلون به پایین دیگه مکمل باید جور باشی. خب این رقابت هایی کردین اونا کسای همشان سالم بودن که شما رقابت کردن؟ بله اون کسایی که استاد بشه اون سالم بود خب تا بدن ما یعنی میگن رقابت اما ترس نه؟ خب نازم جان این کلش به نظر به علاقه مندی است که کسی چقدر به ورزش علاقه مندی داره چقدر مو ایده ورزش در ذهنش هست. ما خب استاد بعض وقتها کلاب شروع میکنیم بعض وقتها بعض مشکلات که پیش میاد دوباره امو کلاب میمونه و تمرین از تمرین دور میشیم. همین تمرین هم قسم است که وقت یک روز دو روز بری روز چهارم پنجم مجبور میشی بری اگر دور شی باز پس دلت نمیشه داخل کلاب بری. اینه ما ترس اینه ما ترس یه دیگه مثل چی رقم میگه که در اصطلاح ما شما مثل زغال وارست تا که زغال میگه پف کده میری مت قدر تازه شده میره همین ورزش هم مترس. ما همیشه نازم جانم میگم سه روز مره بزور ببر روز چهارم با خودم میریم. نه ایره که بزور اگر کش کنی میشی رقم میگه نفر باشه اندی بالا کلاشخ باشه که نخی بخی بریم. ما همیشه میگم استاد باید ورزش یک پارتنر قوی داشته باشه. بله. چون همو پارتنر قوی میگه که هر کس بگردی اما قسم میشه دیگه یک پارتنر قوی یک ورزشکار داشته باشی طبعا تو هم یک ورزشکار میشی. بله بله کاملا. خب بیاین از غذاها صحبت بکنیم از
زمانی که 13 سال بودین، غذایی که او زمان مادر جان پخته میکرد همیشه به یاد داشتین. اونجا چطور است؟ افغانای ما مثلا همون صمیمیت ها، همون رفت آمد ها، حتما افغانای زیاد پس از تحول هم رفتن اونجا. بله. چگونه از فضا بر افغانا کنجا میباشن؟ بله، در عموما اگر کسی دوستاش اونجا باشه، خوری هست نیست؟ بس باز وقت هست، بله، مثل از همی جواره ما که هستیم، همون چیز که افغانی هستن، همون کلتور خود همونجا پیش میبره. خب من تا به بسیار شرایط سخت هست اونجا. اونجا بسیاری دوستا ناراحت نشن یکانه چیزی که زیاد تغییر می باز موضوع زبان است. بسیاری کسا باز کمک زبانشان تغییر میکنه. نه نمیفهم که تاثیر محیط است یا تاثیر چی است. همونتون نیست نصر جان؟ والا باز کساس که میرن او طرف، یکی میره او طرف، یکی دیگه ما که بسیاری دیدیم افغان ها به افغان که میفهمه که افغان است، باز حتی موجا مصطلح خود بخی گم میکنه، بعد دیگه زبان گپ بزنه باش که سر ما کسی نفهمه. اینی عادت ها رو ما هم داریم. بله، در موجا من میبینم خود خارجی میزنه، خود خارجی میزنه یا در راه دیگه که باش که سر ما نفهمه که به افغان هستم. آها، این دیگه اینی نیاز نواره از این دیگه هیچ گفت. استاد، چیز جالب در ذهن ما آمد، امی بولی بلدری که هست، میگن ورزشکارای بولی بلدری که پوک میباشن، پوک خو میفهمین که بله بله همین رقم میگردن. بعض کسایی که امی ورزش نو شروع کردن، فکر میکنی یک ورزشکار که یک هفته شروع میکنه او خو هنوز چی میگن همو گرمکاری صحیح گرم هم نشده، باز ببینی این رقمی میگرده. بله، دمی اوائل که شروع کردین نزدی والا ما که شروع کردم در اوجه امی محیطش رو متراس والا امی بودی بلنگ خدای شروع کنی، یک رقم احساس دگه برای خودت پیدا میشه، یک بسیار خوش هستی که بری تمرین کنی، ورزش کنی. از این ورزش که باز میبروی باز خدای می رقمی این چی خدا آدم میگیره می رقمی میره زرا و می پوکید بعض ورزشکارا رو میبینی استاد ما فکر میکنم مهتمی بازو مثلا بنچ دیگه چیز نمی فقط زیر بغل زد می رقمی استاد بشه بو چیزا رو دارن. برای این ورزش شما که این ورزش هم انجام میتین، گفتین که پایتان هم آسیب دیده، خودتان هم از این سپلمنت میگن یا مثلا چیزایی میگن که نیاز میشه در ورزش باید استفاده شه از این چیزا یا کمات طبیعی؟ نه، ما از این چیزا استفاده میکنم، فضل خدا که من ورزش میکنم. برای من حتی دکتران اونجا گفت اگر تو نکنی این پای قطع میشه. آخ، یعنی من مواردی نمیشه تاثیر ورزش از فضل خدا که پای بعد تا روز نگاه کرده ایره برای ما امی از آلات هاست که ایره قایم گرفته کستک. از چیزی که خودت گفتین از این تابلت و سپلمنت و پروتین و ترا مجبور است که استفاده کنی، به خاطر که عضله که جور میشه از چی جور میشه؟ از پروتین است. خیلی مهم تو ناق تو خوش میریم ما استاد نه وای نسا باید پروتین رو استفاده کو. ما در چای صبح تنها ده دارد تخم مرغ میخوریم، بدون زدی مرغ زردیشه سفیدیشه، ده تا مرغ، سینه مرغ، مایی، سرخی گوشت. استاد ما را گفتن پروتین گردار از بین میبره دیگه. نه 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 سی سال است که پروتین را میخورم، فضل خدا هیچ کدام گپ نیست، نقصانی نیست. یک رقم سیمیانک های پایین پگی در کانتین است، از اونو میخورم فرزش یکان هوا مورم دوزار بکرده میکنم بچه خوب اقصد یعنی این چیزا خوراکش هست. و یک چیز دیگر متوجه شدی استاد، ما فکر میکنم شاید غلط باشه در جریان ورزش، بعض ورزشکارا در جریان ورزش از انرژی استفاده میکنه که خودش گاز داره و او فکر کنم در جریان ورزش یک چیز بسیار مضر است. والا یک ما خو ایره بسیاری بود و رفو میگه که نه، پیش از ورزش اگه آدم میتونه یک دونه کافی را که بخوره اگه کسل هم باشی امی کسلی تر میپرانه، بعد از او برو داخل جیم و میشه و قمی تمرین تا آخر خلاص میکنی، او یک اساس خوبش داره. اگه نال خودت کسل باشی از سر کار بری خانه یا جای مصروف باشی که بخی دلت نمیشه، باز یک کافیگاه که ما میگم که برات استفاده کو از کافی که خورد یک دفعه دم استوار میسوسه. شیرینی و ایگه پا چی باز؟ مثلا ککاو هم هست در کانتینایی که در جیم هست؟ نه نمیخوریم از او. از او اگه میخوریم طرف شام یک گلاس اترا را میخوریم، در غیر از او رو استفاده نمیکنیم. استفاده نباید؟ نه. بسیار خوب. سوال است نستا جان؟ خب نانم جان خود سوال کن و در جیران اگه پای سوال هایی که میپرسن میکنیم. بسیار خوب. این به خاطر پرسان کردم که موضوع قند دیگه پا رو میگن برای ورزش، خودش اگر قند طبیعی باشه یا مثلا بعض چیزایی باشه که اصلا قند نداشته باشه بهتر خواهد بود در ورزش، همون طور است نه؟ بله، بدن سازی. بله. در یک جای یک دوست ما ورزش میکرد، حالا که بیننده ها میبینن، کسایی که در کلاب ورزش میکردن میفهمن دیگه، خیلی وزن داشت
میخواست وزن خود کم کنه مثلا. میخواست وزن کم کنه مثلا میرفت از او که خورد وزن نیست دور اول پیدا میکرد. بعد از او دو نفر بودن. بعد از او که دو نفر وزن میگرفتن او دو مثلا لحظه که بنچ میرفتن خب باز او یک نفرش رو کمکی میرفت همراهش. بعد از او کمکی رفته بود یک سیت یا دو سیت که رفته بود دیگه واجل کانتینه میگفت بیار کچالو جور زده و تخم جور زده و این چیزا رو بیار. بالا بود حرکت. من به ایران دیگه مالم کی خود تفریس اصلا از ورزش کرد. اصلا وزن دیگه هم زیاد میگه. خدا گوشلا میگه تو جواز. این رقم ورزش هم هست مقصد. ولی اگر بخواییم که تنومن سالم و مثل استاد که اونم در کنار از اینکه پایشان آسیب دیده ولی بازیشان هم بازم ورزش کردن مقام اولا به دست آوردن و فعالیت کردن. جدیدترین گپ را که در برنامه گپ نو میخواین بگوین چی است؟ از خودتان، از زندگیتان، از فعالیتتان. از زندگی ما دیگه متو فضل خدا به کتم ورزش کتم چیزا که است ما فضل خدا راضی است الحمدلله. امیره بر دوستا بر انتیوالا بر وطنداره خود میگم که ورزش بهترین چیز است از ورزش استفاده کنه. اولادا فرزندا اینا ما بچهای ما همش ورزش میکنه تشویقشون کردین تشویق است کش میکنه مورا سعی میکنه اکسورا سعی میکنه دگر سعی میکنه متو الحمدلله طرف بورد بیلدینگ میرن همشون. بله تصمیم چی است بخیر هستین یا میرین؟ نه ما یک دو هفته بعد بخیر طرف آلمان پاس میریم. پاس میریم. بله خوش نامتی جریگا. وات نه وات تن وات تن است. با که میرم خدا راستی مت تلیم خلو واسه خلاص به این طرف که میام مت او طرف که میرم اونه که فضل خدا پاسپورت آلمانی دارم 30 سال است که تابعیت از اموج است مت وات تن وات تن است. هر چقدر که وجب پایی والا پشت ما گفته باز وقت میگه که من پشت مرغای اون صادق میام. امی که رسیدی اوسانه ای که زیاد فرمایش دادیدم این دوستا گفتی پخته بکنن ما شریخ خوردیم که من نه رسیدم نه میرات کته بچه ما رفتیم به جای شریخ افغانی شریخ نجان. بله. باز دیگه دیگه تا دیگه استاست تا کی طرف امدیم روز میمون هستیم دیگه طرف یک جای دیگه فضل خدا میمونی تو راه هستی هست. تشکر. از یک سوال کنم نازم جان نظر به گپای در ذهنم آمد نظر به این که شما 30 چند سال میشه در آلمان هستین از غذاهای افغانی کدام غذاها یادتان است و در اونجا در اروپا کدام غذا را در خانه پخته میکنین؟ بسیار سبزی را پخته میکنیم. شفتن میباشه بولک 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 زیاد است. بله یا باز وقت بولونی 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 اون. بله دیگه قابلی یا شک من دیگه خو یا شک و قابلی خو این خود دیگه روزانه از بوجه است اواسانه خاص که است بولونی است دیگه کت بولک. بیا به هر صورت خیلی خرسند شدیم از اینکه در برنامه حضور پیدا کردین. من نمیفهم فرصت هست برای سوالات دیگه ولی خیلی خوش گذشت. ما چون در برنامه گپ نو شما میفهمین که ورزشکارا رو هم دعوت میکنیم و سلطان صاحب که هست هم ورزشکار هستن هم دیگه مهمان ما و شما گفته میشن به او خاطر در برنامه حضورشان خیلی بر ما قابل قدر بود. این یک عکس هم نشان میتن که بازی عکس همه شما اما تو یک حالا اون کیفیت هست یا تغییر آمده؟ نه نه یالا خو یه چیز که با ایلا کردیم یک چهر وقت بشه کمی فیلن چربی زیاد شده استاد. یک ذره چی بازی باشه؟ که وینندای ما یکس از نزدیک میتونه ببینن باز خیر ما برتون بسیار واقعا خیلی اندام ما چی میگن؟ متفاوت که بله پیام گفتنی اگر باشه مشته زنده باشید دیگه پیام خاص ندارم دیگه زنده با افغانستان بخیر باشید برای وطنهای ما موجه با سلام ما را برسانین. من در برنامه هرچند در هر جایی که هستن وطنهای ما در سر و سر دنیا سلام تقدیم میکنم ولی بازم سلام ما را برسانین. و سلام در آخر مقام میگم کسی که میایی ما در خدمتش هستیم در موجه در آلمان در اروپا تمامش من تا که میان زمین نبین تا که میتونین اگر کوشش میکنه ولی خب وطن لانتین باز اگر مجبوریست اگر میایین او ای بیاین او ای بری. مسعد ناظم جان روز که موتاسکیل حرکت کرده بود دیگه سوای از اروپا جا میکرده باشکیل در موتاسکیل باشکیل میایند دیگه یک ریکارد است. به هر حال تشکر از شما بینندای خوب همچنان که ما را همراهی کردین و وقفه می داشته باشیم. برمیگردیم در ادامه برنامه ما را همراهی کنین با بخشای دیگه. خوش آمدین عزیزا و لحظات برتر یکی از ورزش‌هایی را که شما دوست داشتین و طرفدار خیلی زیاد داشت از آریانا بر شما نشر کردیم و در این لحظات برنامه پوت کمره واروچی او خواست سقیل نیست خود تو گفتی پوت کمره نه خب من بدم پوت کمره او چی نیست که پوت کمره اترس ما به خیال و بیپل ما چی را زیاد دیدیم پاکستانی ات ندیده خب میگنم تو یکان
شارت کلپ شده چی میبینم نمی باش که گوشای من امروز امشب دیگه ماشم چی شد یگان شارت کلپ شده می فیسبوک سوشال میدیا میبینم امو حتما تاثیر کرده سر ما پاشور کم ثقیل می دیرمانن اورورا نوورزو کمره مخفی پوتا کمره وګورو راګرزو مون سره مالوسی مالوسی اورورا قابل آه بچه او خانه نیده سوز مکبول اوفا برو بچه بانه مارا امیر اخو بخان بچه شی کجاست آخ او بچه یه ایجا تیره بخوانه من نمیفهمیم خط خط نمیفهمیم فابریکه الله اکبر تو خل زدی چی سو کا کا اینجا خل زدی کی اینجا بیشتر نسوار سوز زدم اما تو شو بگی 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 ایر امیر اخو بخان امیر اخو بخان آدرس کجاست رسا جرده یا خوره. ها. تاثیر نسوار است. دیگه دار بزنم. دیگه کم دیگه ده. او نو. ماچ فابریکه تن. او نو. درد میکنه. دو قدازی چی غیوه؟ آلا خب درد میکنه خیشی وقتی تو خل میزنن فقط مرمی که خورده باشه آلا تو که مرمی نخوردی آلا خود تو از کجا هست آلا خب نه ایتور میدیم خل میزنن در چی ریده؟ آخ فابریکه دندان سازی کم میو کم جیگی داده خدا کجا هست؟ دل دو خوادر است که باید سرده تو خط پیگه فابریکه دندان سازی آخ او نو بله این چی بود زنبور و آقای نخونه هم شد چی بود شده؟ در زنبور و سه شه بود دسته یا چک بود او نو نیست اکسی نیست شد بیتانی خانده کجا بیو؟ این کجا هست اک برای ما بگو آخ خالی مابت نمیشته کنم والا آخ ساری ما بس نمیشه که چاره بکنم چیز خورده من خطای داروش کنم ساری ما بس نمیشه که حتی میفهمیم ایره بخون ساری تندن او نو زنبور بود چی بود ساری تندن ساری نمیشه خب عمیست ها خیر ببینیم خیر ببینیم میره من امیر اخو بخوان او نو آخ ولی ولی آخ ولی ولی صدر بنده باشه مرگان دیدر که مچه نه زنبور خورده با خدا کم دقه کم کوا کنی صاحب ده خراب ده ملانه کم زوره نه زنبور خورده ما از او چی صاحب کنم نه مغای صاحب ده زدر بنده پایشو ما نه ولی بچه شمیر اخو بخوان امیر اخو بخوان دندان سازی دندان سازی چی گفتی؟ فابریکه دندان سازی در کجاست؟ چی خبر است؟ خال تو میگی که فابریکه دندان سازی کجا که از اموجه برو خال در کجاست خیلی؟ باق زنبور بود چی بود؟
بخوانم. فابریکه دندان سازی. ها؟ فابریکه دندان سازی. دندان چی؟ سازی سازی. نمیفهمم که کجاست. یخو مرا گفته شفاخانه است. دندان سازی اینجا نشته. حالی شفاخانه نیست. اونجا روبرو برو یک شفاخانه است. آه. امی فابریکه است. نمیفهمم شاید نمی نوشته. خب. اوه تو نمی تو روبرو برو. سایز برس. انا ها بچه همی را بخوام. او نو این در کجا هست که آدرس از این پاک پاک چی کردی ها بچه ها سوخونه زدی ای زنبور بود چی بود زنبور محمد دو خانه از سه مارکت که بخونه ای نه در خانه گل محمد است در خانه گل محمد است دواخانه پمپرسازی پمپرسازی چیست؟ پمپرس میگه جور میکنه ندیدیم امیره بخان برم نپیدیم بیرم میکنم بیرم کردم اوه زنبور بود چیم او نو بیره بگیم اون جزا پیش پیش هست؟ آه کمره مخفی داشته میازارت میداده می نماره نمون مانه نه؟ نگه نماره کمره مخفی هست؟ آه چه نخلیم؟ آزارت هم میده شوخی کدو که ایتون این دکه دویدو آوردی کمره مخفی دویدو آوردی ماره دویدو آوردی ماره آه دکه خیلی نبیارم اسری تکو که بیایی کوکی ما ایره داده است یک ریاکشن که مترکایی که یک اکس داشته باشیم صحیح ما که ترسان بیمشیم ما ترم بشناسم از چی؟ از تلیزون یارم هست خب خیلی ما اونجا کامرا داشتیم با دیدیم بیمشیم بخیر باشیم این در خودم به چی رو داده؟ خب ویدو مخفی هست ها؟ ویدو مخفی هست اونجا شکمر مخفی بود آزار کنم صحیح خب بینندگان خوب تلویزیون آریانا رسیدیم به پایان برنامه و این بود برنامه امشب که تقدیم شما کردیم نصرت جان محمد لایس و پایس استاد است و از حضورتان مرخص میشیم تا برنامه بعد کرمی خنقق جگری برنامه که باز در خدمت تان حاضر میشیم شما را به لایف فوکلی ازل میسپاریم و چینل یوتیوب هم سابسکرایب کنین بل بتن فشار بتین بیننده تمام برنامه باشین شما را تماس برنامه هم 0700-151-116 خوشحال آرام سلوری و سی زنده باد افغانستان دل پامان الله نگهدار